باش. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. خسته نباشید، خدا قوت میگم بهتون. من از ایران تماس میگیرم در مورد دو تا مشکلی که داشتم میخواستم صحبت کنم. بفرمایید. آقای دکتر، من در مورد پدر و مادرم و در واقع این قسمت از رفتارها و اختلالایی که حالا توی شخصیتشون میبینم خیلی دارم قصه میخورم و غمگینم و انگیزم رو تقریبا برای ادامه زندگی از دست دادم. یعنی هر کدوم این اتفاقات نصب کنید. اولا من بفرمایید شما چند سالتونه و چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟ من 32 سالمه، 4 تا این من اولیم. اون سه تا پسرن، دخترن چی هم؟ پسرم. سه تا پسر. به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟ من بیزینس خوندم و کسب و کار خودمو دارم. آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید یا ازدواج کردید؟ من ازدواج نکردم، با خانواده زندگی میکنم. آیا همچنان که ازدواج نکردم؟ حالا اون بعدا میرسیم. برادران با شما هستن؟ بله. حالا دلیل ازدواج نکردنتون چیه؟ آقای دکتر، یک دلیل بزرگی که داشتم این بوده که ما تا 25 سالگی با خانواده پدر بزرگم یعنی زندگی میکردیم توی یک ساختمون در یک طبقه دیگه و اینکه پدرم به لحاظ مالی و به لحاظ شخصیتی هیچ وقت یک در واقع جایگاه قوی برای اینکه بشه بهش تکیه کرد و نداشت. از بابت این در واقع خودشون بعد از ازدواجشون 25 سال با پدر مادرشون توی خونه زندگی کردن، در حالی که همه عموها و عموهای من زندگی مستقل و خوبی داشتن، پدر من هیچ در واقع توانایی برای اداره مستقل زندگیش نداشت. و پدر شما فرزند چندم خانواده هست؟ فرزند چندم خانواده هستن؟ فرزند 9 تا بچه بودن، پدر من فرزند پنجمی حساب میشه. اوکی، به من بفرمایید پدرتون الان چند سالشونه؟ الان 54 سالشونه، 55 سالشونه و تقریبا میشه گفت مثل خیلی ضعیف‌تر شده از وقتی که حالا مثلا بگیم ما 10 سال جدا شدیم از اون خونه پدری ایشون، ولی خیلی وابستن به همه چیزهای گذشته. شما چرا با شما با این آخه شما با پدر و مادرتون چی کار دارید؟ اولم یه جوری گفتید که من فکر کردم شما مثلا پزشکید، راجبه بیمارهاتون دارید حرف میزنید. به شما چه مربوطه که پدر مادر شما اخلال و اختلال شخصیتی دارند یا ندارن، حالشون خوبه یا بده؟ شما حد اکثر کاری که میتونید بکنید مستقیم و غیر مستقیم شرایطی فراهم کنید که برن دکتر. بلا قرار نیست بچه‌ها که نقش نمیدونم راهنمایی و هدایت و مواظبت و مراقبت و معالجه پدر و مادرشون داشته باشن. عزیز، هر سنی میخوان باشن. این مسئله همین مشکل منه. خب معلومه مشکل بی خودی. من دارم به شما میگم به شما چه مربوطه؟ نه صبر کن عزیزم. هر بچه‌ای که درباره پدر مادرش اینجوری فکر کنه آسیب دیده و آسیب به خودش و پدر مادرش و بقیه خواهر برادرش میزنه. به همین راحتی. اصلا من نمیخوام شک کنم، یعنی عزیزم این همه مطالعه شده، شما قرار نیست نقشی جز فرزندی در ارتباط با پدر مادرتون داشته باشید. به 32 سالگی رسیدید، درس خوندید، کار خودتون رو دارید، زندگی خودتون رو بکنید. مشکلتون مسائل روانی اصلا نمیتونن درآمدی داشته باشن که اصلا به شما چه مربوطه؟ نه صبر کنید، تا به حال گرسنگی از بیجایی از همه چی. خب بنابراین شما کار بکنید، پول در بیارید، کمکشون کنید. آخه عزیز چرا بازی در میارید؟ ایشون تا به حال چه جوری زندگی کرده؟ با پدر و مادرشون بسیار سیستم غلط و بد و حق با شما. خب اینجوری ایام رو گذروندن تا به اینجا. الانم که میگید 7 سالی 10 سالی است که جدا شدن، دارن اینجوری زندگی میکنن.
شما و سه تا نه من برادرها، هم نجاتشون دادم آقای دکتر. بنابراین نجاتشون بدید. من اصلا هیچ مشکلی ندارم که شما اگر 100 تومن در میارید 95 تومنشو بدید به اونا، ولی غیر از این هیچی. نبخواید پدرتون رو به راه راست هدایت کنید، نبخواید کمکش بکنید، نبخواید بهش یاد بدید. نکنید، نکنید عزیز. اصلا اسم این ما بهش گیم تاکسیک گیلت، یعنی گناه مسموم، احساس توانایی و قدرت در حالی که اصلا نداریم و تاثیر نداره. من جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، روزی که بچه ها بخوان یه نقشی غیر از فرزندی برای پدر مادر انتخاب کنند، به خودشون، به خواهر برادراشون و به پدر مادرشون آسیب میزنند. مثل که شما بگید من از این بعد تصمیم گرفتم هر کدوم از فامیلی که جراحی داشت باشن خودم میرم تو اتاق عمل، هیچ کس به اندازه من دوستشون نداره، من جراحیشون، خب میکشید همشون رو. شما قرار پشت در اتاق عمل بیستید منتظر باشید که عزیزتون سالم بیاد بیرون؟ نکنید عزیز، دست از این مسخره بازی بردارید. به عنوان بچه اول بالاتر از سه تا پسر اومدید، اصلا فکر کنید مثلا شما فرمانده یه ارتشی. بازنشستگی، استعفا، استعفا. هر وقت خواستید دیدید که یه چیزی است که شما میتونید یه کاری براشون بکنید، حتما حتما بکنید، ولی مبادا مبادا بخواید اونا رو درست کنید. اصلا حسب از اختی همین نه چیزی بهش اصلا به درست کردنشون ندارم آقای دکتر. خب پس هدفم چی؟ اینه که من دیگه اصلا خودم رو بکنم. هدفم اینه من خواشم از این خونه برم، برم ازدواج کنم، برم فکرم اصلا نباشه. حاضرم حتما. بیام حساب اینها رو شارژ بکنم هر ماه، هر ماه پول رو بریزم، ولی اصلا دیگه این در واقع تو این قسمت با من هیچ کاری نداشته باشن. حتما این کار رو بکنید، حتما کار درستیه عزیزم. طبیعت و واقعی. ولی آقای دکتر صادقانه بخوام بگم، حس یکی از شخصیت رمان ابله داستایوفسکی بهم دست داده که یه حسابداری بود تو اون داستان که هر کار میکرد که اون جایگاهش رو ترقی پیدا کنه، باز یک پدر دائم الخمری داشت. البته پدر من فرد بسیار خوبی هم، فقط یه مقدار زیادی مختلف هستن، ولی حسم اینه که انگار که یه جبری هست که حالا مثلا من یه چیزایی تو زندگی شکست دادم، ولی این جبر این قسمت همیشه با من هست. یعنی از خودمه که پاشم برم یه جایی که فقط بدونم اینا خوب و خوشن و تنها مشکلشون مسئله مالیه. نه بی خودی بازی در نیاری. خیلی شما کار خوب و درستی میکنید که برید جدا و خوب و خوش زندگی کنید، و اگر امکانات مالی داشتید و اضافه داشتید به اونا اگر لازمه کمک کنید، اما درگیر هیچ مسئله و مشکلشون نشید. عزیزم شما اصلا یه نقشی دارید برای خودتون انتخاب میکنید که اصلا نقش درستی نیست. شما با یه پدری دارید زندگی میکنید که فرزند پنجم یه خانواده نهتاییه، یعنی نه تنها ساندویچ له شده وسط اوناست. پدر شما هیچ وقت جایگاهی نداشته، پدر شما نه بچه های بالا بوده که توانایی داشت باشه نه پایینی که باشه، این وسط مونده. بنابراین یه جوری هم زیر فشار بره. چرا من این همه مطالعه روی بچه های سه تا بچه شده وسطی ساندویچ میشه؟ برای که دندون زور بالایی و بعدا دندون کوچک بودن که توجه رو میگیره او رو این وسط له میکنه. پدر شما کودکی بدی داشته، زندگی همه تعریف کردن که چقدر خب. حقشو خوردن، چقدر کتک خورده بره کار کنه، که چقدر بعد از اینکه کار میکرده و پولشو میومده میداده به باباش، که هیچی برای خودش نداشته، که عموی من مثلا حقش خورده و حتی ارثشو خورده. یعنی میدونیم ما این با این دستان بزرگ شدیم و هی این ترحمه انگار از طرف خب، ما باید برای عزیز... این بوده. خب رای نه، آخه شما میخواید نجات دهنده باشید قربونه. شما اصلا حرفتون اینه که من میخوام اینا رو نجات بدم. منم عرضم اینه که شما فقط با نجاتتون اونا رو غرق میکنید. همینجوری بهتون نمیگم عزیز. اصلا مطالعات که تو این زمینه درباره اینکه بچه ها بخوان نقش پدر و مادر رو تغییر بدن یا ایفا کنن یا تأثیر داشته باشن فاجعه باره. بنابراین شما میگید اونا خوشحالی و شادیشون در اینه که یک شما خوشحال و خوشبخت باشید، امکانات خوب مالی هم داشته باشید، اگر خواستید به اونا کمک مالی بکنید عالی. مثلا با اون مخالفتی ندارم. بعد آقای دکتر، بله آقای دکتر،
چیزی که هست، من دیروز حرکتی از یعنی مامانم، پدرم با اینکه این ویژگی ها رو داشته خیلی من حس باز هم نزدیکی فکری بهش میکردم، یعنی درکش میکردم، ولی مامانم از شرایط خانوادگی اومده که انگار اصلا تکیلن، یعنی وقتی که میدیده شوهرش اینجوری باز بچه دار میشده، وقتی که میدیده حتی این آدم توانایی نداره خودش رو بخواد زندگی شخصی تک نفر خود رو نجات بده، چه برسه به خانواده بچه دار شده. آخه اینجوری نیست عزیزم، ببینید باز عزیز من، اصلا اینجوری نیست. ببینید باز شما دارید یه نگاهی میکنید که گفتم چرا مفید نیستید، برای که بخواید برید جراحی کنید. مادر شما یه زنی است که توی زندگی آمده و یه شوهر داره که به او گفتند روزی که او خواست یا زمینه فراهم بود شما میتونید رابطه جنسی داشته باشید، بیش از اینم بلد نبوده، بچه هم آمده. بله. شما فکر میکنید با یه زن آگاه دانای روبرو بودید که برنامه ریزی میکنه برای داشتن فرزند، از یه راههایی برای اینکه حامله نشه استفاده میکنید، یه مدتی در یه شرایط مناسبی اون فرصت و امکان رو برای داشتن بچه در خودش فراهم میکنید. شما شوخی دارید با من؟ برای اصلا ایشون رو برای چی سرزنش میکنید؟ مادر شما با توانایی های علمی، عقلی و فهم این موضوع به عنوان خانواده اصلا در این حد نبوده که تو این موضوع بخواد نقشی داشته باشه. عزیز من امروز با تحصیل کرده های دانشگاهی با مقام استادی میبینم سر اینکه بچه بیارن نیارن که بیارن چیکارش کنن گیر افتادن. نه مامان، من سوادش رو نداشته واقعا و بچه طلاق بود و خودش استدلالش چون من آدم تنهایی بودم میخواستم 4 تا بچه داشته باشم. اصلا آخه بعد از اونم کاری نکرده، بعد از اونم یا نشده یا به هر حال یه سیستمی اون موقع دیگه مثلا به این نترسته که بسته. اصلا همین تصور که من دلم میخواست 4 تا بچه داشته باشم، این چه تصمیمیه؟ این چه معنایی داره؟ من نمیگم آدم ها نمیتونن یه همچی خواسته یا علاقه ای داشته باشن، ولی همطور که شما گفتید در شرایط مناسب ایشون متوجه شرایط نیست. عزیزم شما میخواید درباره کسانی صحبت بکنید که اصلا تو این ماجرا نبودن، یعنی پدر مادر شما تو خیابونا راه رفتن، حرف زدن، دویدن، هم این کارا رو کردن. شما انداختیدشون تو اقیانوس، میگید حالا چرا شنا بلد نیستید؟ بلد نیستن شنا، رهاشون کنید عزیز، اونا رو همین جوری که هستن بپذیرید، کوشش کنید بفهمیدشون. آقای دکتر من یه سوال در مورد مامانم دارم، یک رفتار عجیبی ازشون دیدم که منو خیلی خیلی مراعات میکنم که مثلا بهشون خیلی خوب و مهربون باشم، ولی کنهانکاری مامانم از یه سن، من خیلی صمیمی بودم با ایشون چون هم خواهرم بود هم دوستم بود هم مادرم بود، از یه سن به بعد یک چیزایی ازشون دیدم، این پنهانکاریاشون رو تنهایی به دوش میکشیدم. یکیش این که با یه آقای دوست شده بودم تو سن دقیقا سالای کنکور من بود و همان سر جلسه کنکور گریه می کردم که متوجه شده بودم در اون سالها که خب بالاخره تابو خیلی بیشتر از این بود که چرا ایشون مثلا با یک آدم توی محله ما دوست شدن، دوست پسرش هم من می شناختم. این کاری عجیب قریب نه نه سب کن نه 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 واقعا فکر کنید رابطه ای بینشون بود یا حالا یک کسی که ممکنه به نظر شما چنین آمده؟ نه آقای صفحشو در تلفوناشو میشنیدم، اون موقع مثلا حتی اون زمان مثلا موبایل نداشتشون با تلفن خونه زنگ میزدن و بعدها که مثلا تو موبایلشون دیدم تکس میدن به پسرهایی که کم خیلی آدم هایی که اصلا یعنی نظر من که واقعا خیلی آدم های پایینی هست، به اضافه این که از سن خودشون کم تر هست، به اضافه این که حرفای سکسی زده بودن، به اضافه این که من خیلی همیشه چون مامانم خوشگل هستن بالاخره تراوت و جوانی به سنشون نمیاد و به اضافه این که این پنهانکاریاش و همیشه من اذیت میکرد. آخه پنهانکاری نیست، برادرم هم فهمیدن، آخه اینا پنهانکاری، اینا خیانته. مادر چند سالشونه؟ الان که 50 سالشونه، ولی اون چیز که میگم مال مثلا 15 سال چه، ولی هنوز من احساس میکنم رفتاراش بچه دارن این کارا رو میکنه. ممکن است از اینجا رابطه هم باش خراب شد؟ ممکن است عزیز ببینید، نه سب کنید سب بگید
بفرمایید. بفهم. نه شما بگو عزیز. یه چیز بدتر این که من دو بار دیدم که الان از نظر مالی در رفاه هست کامل. وقتی میریم خرید میکنیم مثلا شما فرض کنید یه هایپر مارکت شاید حتی من تا 1,000,000 خرید کنم درشون، ولی کار خیلی بدی دو بار ازشون دیدم. مثلا جوراب از توی هایپر مارکت کش رفته بودن و ما رو نگه داشتن و من خیلی احساس بی‌آرامی کردم. یه بار دیدم یه چیز بلند کردم و چیزایی بی ارزش و من خیلی هرس میخوردم با بابت این. ببینید عزیز، ببینید عزیز، شما نگاه کنید به دو تا موضوع. اولا وقتی گفته میشه یه چیزی نزدیک مثلا 18% مردم دنیا بیمارن، این شامل حال پدر و مادر هم میشه، چون تو سن بزرگسالی بیشتر مردم یا پدرن یا مادر. ما یه فرضی داریم که این بیمارا یه کسای دیگن، این شامل حال پدر و مادر من نمیشه. دوم، شما الان دارید درباره مادری صحبت میکنید که به نظر من میرسه یا یه بهره هوشی کمی دارن یا کمی بهره هوشیشون خوبه ولی بی عقلن. یعنی ما کارا رو عاقلانه انجام نمیدن. سوم، نشون میده که ایشون یک خشم کوبنده ویرانگر داره که به اون چیزی که دزدی از مغازه یا شاپلیفتینگ میرسه، چون ریشش نیاز غالب اوقات نیست، اصلا در بیشترشون نیست، فقط اینه که میخوان سیستم رو بکوبن و میخوان یه دهنکجی کنن به آنچه که فکر میکنن الان در مقابلشون هم میتونن ضربه بزنن. یعنی شو فکر کن دور به تا دورش دیواره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه دفعه میرسه یه جایی که شیشه ایه، حالا میخواد اون شیشه رو خورد کنه. و به همین که من تو کار تراپی با صدها مریضی که شاپ لیفتینگ کردن روبرو شدم، 90% اصلا به اون چیزی که میگرفتن اهمیت نمیدن، حتی میرفتن از مغازه بیرون مینداختن تو ظرف آشغالی میرفتن، ولی میخواست ثابت کنه که اینجا من نباختم و من بردم و شما هیچ کاری. این خشم کوبنده ویرانگر رو نشون میده عزیز. بنابراین مادر شما یه زن احتمالاً ساده با بهره هوشی حالا کم یا متوسط ولی بی عقل و غیر واقع بینن. آقای دکتر، من یه نگرانی هم دارم، اونم اینه که آخه از طرف مادرم، هم از طرف پدر ایشون و هم از طرف مادر ایشون یه سری به قول شما گیر گرفتاری های هست. ما بزرگم هم الان زوال عقل دارن و اون مادر بزرگم با دو تا یه خواهر یه برادر دیگه چیز با شیرین میزنن، یعنی خیلی ساده. چی عزیزم؟ و سیستمش چی؟ نه نفهم چی فرمانی؟ اصطلاح آمیانش آقای دکتر شیرین میزنن، سادن، سال احمقانه میپرسن. فرض بفهمید نه، که نه این کارا ممکنه، کار ممکنه عزیزم. یعنی شما کاملا ببینید نوع حرفایی که شما من میزنید، چون من با این گفتگوی با شما به نتیجه نمیرسم، ولی اون چیزی که میفرمایید به نظر من عادی است. چرا عرض کردم خدمتتون همسر و مادر شما یا بهره هوشی پایینی اصلا داره؟ یعنی ای بسا بهره هوشی است که اصلا روابط میان پدیده ها رو به درستی نمیتونه تشخیص بده و ضمناً به این خاطر در شرایط خاصی که به هر حال درش بوده معلوم آسیبای بیشتری هم دیده. شما اصلا با کی سر و کار دارید؟ نیست که من به شما برگردم بگم چند اندازه این بچه 4 ساله رو شما مسئول مثلا گفتارش یا رفتارش میدونید؟ تقریبا هیچ. یعنی شما نمیخواید یه اصلی رو بپذیرید عزیز، و اون اصل اینه که مادر شما بد نیست، بیماره، گرفتاره. بله. بنابراین وقتی با این دید نگاه کنید باید کمکش کرد. جا چطور میتونم کمکش کنم؟ یک، دو، این که از شبیه شدن به ایشون در سن بالا میترسم. اصلا خنده دار، منو خیلی باهوش میدونم، خیلی منو آیکیو منو بالا میدونم، خیلی منو باهوش، ولی میترسم. نه اون جایی ده نه ده. ببینید شما در یه چنین محیط و شرایطی که بودید معلومه با استراب و با غم و اندوه و افسردگی و با خشم و عصبانیت همراهید. در این حال از یک طرف با حرفاتون نشون میده احساس شرم و خجالت میکنید و از جانب دیگه احساس گناه. یعنی متاسفانه 6 سال اول همه آسیب ها به همه قسمت های بدن شما خورده و بعدش هم متاسفانه شرایط درستی نبوده، مخصوصا با اومدن 3 تا برادر که یک کسی از شما مواظبت و مراقبت کنه. بنابراین شما کسی بودید که یه جوری زنده ماندید
نه اینکه زندگی کردید، زنده ماندید، سروایو کردید، برای که شرایط و وضعیت سخت بوده و اگر به جایی رسیدید با تمام کار و کوشش خودتون بوده و به اینجا رسیدید. ولی دل مشغولی شما برای درست کردن پدر و مادر اشتباه بزرگ شماست. یعنی در حقیقت مثل این مونه که شما خطر این رو دارید که پاتون قطع بشه ولی الان نگران یک کفش زیبا هستید برای مهمونی فرداش. یعنی من نگرانیم است در این جهت از شما. چرا؟ من فکر میکنم اصلا صلاح شما دور شدنه، نه اینکه مواظبشون مراقبشون در حدی که ممکن نباشید. یعنی فرض بفرمایید حتی ممکنه مادر رو بتونید شما کمک کنید که یه خانم روان پزشک یه دو سه جلسه ایشون رو ببینن، شاید یه تشخیصی بدن و شاید با دادن دارو، کار روان درمانی مورد نظر من نیست، با دارو مانع از این بشن که مثلا این به هم ریختگی و آشفتگی مغزیشون ایشون رو با بیماری و گرفتاری های ذهنی روبرو کنه، یا دست به کارهایی بزنن که به هر حال آسیب زننده به خودشون و دیگران باشه. یعنی شما درست مثل کسی بونی که مسته نمیخواید پشت فرمون بشینه چون میدونید خطرناکه. مادر شما رو اینگونه بهش نگاه کنید. این وضعیت در خصوص پدرتون هم هست. یعنی شما از هر دو جانب بدشانسی آوردید. ولی یه واقعیتی هست. حالا یه سوال ازتون دارم، سه تا برادرها چطورند؟ برادر ازلم تا دو سال پیش خیلی نرمال بود، یه گرایش شدید به مذهب پیدا کرد، اصلا رفت به اون سیستم که کلن رفت دیگه توی همون سیستم هم درس کند و به جای شغلش و اینام هم نکرد، اصلا هیچ سنفیتی با سیستم ما نداشت. برادر دوم هم مخالفش بوده و ایشون هم به نظر میاد از همه مشکل دارتره، یعنی بچه سیستم. ولی ولی ایشون رو بردن مثلا روان پزشک اینا، اوکی حالا دارو گرفتن و برای چه چیزی؟ برای چه چیزی دارو گرفتن عزیز؟ والا توقع میزد که مثلا یه دو منو دنبال میکنن و اینا. نه اون جدیه که نه حالا اسکیزا تیپا رو نمیدونم. حالا ببینید اون یه ذره مسئله الوژن یا دیلوژنال دیسوردره، امیدوارم به هالوسینیشن نباشه. آیا هیچ وقت میگفت که چیزایی رو میبینه؟ چون این که من فکر کنم دنبالم هستن یه موضوعه، این که من فکر کنم مثلا شنودی توی کار من یا خونه من گذاشتن یه مسئله است، این که چیزی رو ببینم مسئله دیگری است. آیا هیچ وقت میگفت که چیزی رو دیدم یا شنیدم؟ توی خونه ما اول میگفت بیرون اون ماشین رو میبینه داره من دنبال میکنه. خب گرفتارید برابری. ببینید شما بیش از اون مسئله و مشکل دارید عزیز. شما با بیماری روانی روبرو هستید، یعنی یک کسی که ارتباطش با واقعیت از دست میده. بله. و به همین جهت است که داروهایی که بهش دادن این هست. خب ببین، یعنی میخوام به شما بگم عزیز، ببینید پدر و مادر شما حالا یه مقداری زمینه های ارثی و ذهنی داشتن، یه مقدارم شرایط و وضعیت زندگیشون بوده و به هر حال به بچه ها آسیب زده و تنها کسی که یه ذره نقش مادری و رهبری داشته و اونقدر اول آسیب نده، چون بچه های بعدی که اومدن درگیر اونا شدن، شما یه ذره نفس راحتی کشیدید و چون فرزند اول بودید یه کمی نقش مادرانه رو داشتید، هنوز هم دارید. یعنی شما به یک اعتبار شوهر مادرتون و زن باباتونید و این کار دستتون میده. اینا دعواهای خیلی بدی میکردن آقای دکتر که سنین مثلا دبیرستان من، حتی مثلا میشد اون یکی به این بود، این یکی مثلا حتی برای اینکه آدمش کنه چاقو برمیداشت، یا حتی اون یکی نمیدونم چی میزد تو سر این، یا شیشه خورد کردن مدام. ما دعوا داشتم و جدا کننده اینها من بودم همیشه و من تونستم اینا رو یه مقداری به قولن بکشونم. همیشه هم سعی کردم منطقی باشون حرف بزنم ولی خودم آسیب زیادی سر دعواهای اینا دیدم. شاید مثلا به لحاظ پیشرفت درسی یا شغلی برای خودم خیلی چیزا متصور بودم، ولی همیشه شبای امتحان ما اینا دعوا داشتن، میگه که مثل دو تا بچه با یک جرقه با خشم زیاد هر جفتشون.
هر روزشون و همینجور که تشخیص دادید زندگی نارام بدی داشتن و من این مسئله فقط سعی میکردم اینجا کاتالیزور این قضیه باشم که اصطکاکا کمتر باشه، خوشبینی بهشون بدم، بگم زندگی قشنگتر میشه و الان بعد از همه این سالا همه چی از قاعدتا برای اینا الان در رفع خوبه، ولی خودم دیگه احتیاجی بازی من که بکشم بیرون از این زندگی، یعنی فکر میکنم که خودم باید. شما اگر به من بگید که من یک کمک مالی میکنم، دو شرایطی رو فراهم میکنم که پدر مادر یا برادرها دکتر مناسب رو برن، این دوتا کار رو باتون راحتم، ولی هر نوع دخالت دیگری، هر نوع تمایل به مواظبت و مراقبت دیگری مفید نیست، زیان بخش و کار دستتون میده. فقط حالا به من بفرمایید برادرام هنوز در خانه هستن هر سه تاشون؟ سناشون چقدره؟ هر سه تاشون سناشون چقدره؟ 25 و 12. 12؟ بله، کوچیکه. یعنی بعد از 20 سال از تولد شما یه بچه باز اومده؟ بله بله، هم میتونم نمیفهمن این چیزاشونه. شما پیچ نه اینکه بگم، من اگر به من بگید که من دارم میرم یه جا برادرم با خودم میبرم، مشهور بر اینکه ابتلا روانشناسی برادر منه. آره دیگه، من اقل یکی رو میشه نجات داد، اون دوتا رو نه، ولی اینجا مسئله، اینجا مسئله. شما به من بگید اصلا نصف فکرتون رو مشغول برادر کوچکه بکنید، با توجه به توانایی که در شما میدم اون یه فایده ای برش مترتبه، ولی نه پدر نه مادر نه اون دو برادر. در واقع اون انگیزه همین تماس شد آقای دکتر، اون بچه باهوشیه، خیلی درک میکنه و میبینم که خیلی شبیه به بچگیه من هست، از این بابت که اگر چیزی باشه همه رو آروم کنه و من نمیخوام این تجربه رو. نه نه خب چقدر فکر میکنید میتونید یه جوری به هر دلیلی بهانه‌ای که خیلی درگیری به وجود نیاره او رو با خودتون ببرید و فعلا کنارتون باشه؟ من خودم دارم با اینو زندگی میکنم، ازدواج نکردم. خب آخه قرار نیست شما خودتون آتش بزنید، شاید بقیه گرم بشه. نه اینو نمیخوام، فقط من از گرفتم آخرین سوالم این باشه، با توجه به ویژگی شخصیتی که شما به من گفتیم و گفتیم پیدا کردن هایید آدم مناسب برای من سخته، من باید از چه نظر اون طرفم برابر باشه؟ و الان میخوام تمام هم مقامانی بذارم چون آدم های از ازار قیافه خوب هست، قدم یک و هفتاده، از ازار موقعیت اجتماعی تحصیل، همه چیز نرمالیه و میخوام ببینم فقط چه انتخابم اشتباه نکنم. خب اون که اون مسئله است، ولی ببینید به دو چیز رو بهش دنبالش باشید، یکی به دلیل اینکه خودتون یه مقدار آگاهی و توانایی دارید تو این زمینه بیشتر بخونید و بدونید، نمیخوام سیدی های خودم رو توصیه کنم، ولی چرا ازدواج، چرا طلاق، یا پنج باید نباید، بسیار خوب، یعنی میخوام بگم یه مقدار با. و دوم اینکه یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید کنار او باشید، یعنی نه تنها به خاطر کار روان درمانیتون، اصلا قصد اون نیست، به عنوان مشاورتون، یعنی فرض کنید اگر با یه آقایی بیرون میرید یا حرف بیزنید تمام گزارش ها رو به او بدید و او یه مقداری کمکتون کنه که چی کار باید بکنید. بنابراین این تنها چیزیست که میتونم بهتون اشاره کنم، برای که موضوع دیگری نیست و دست از سر پدر و مادر و دو تا برادر بزرگتون بردارید عزیز. من با برادر کوچکتر که مواظب و مراقبش باشید بسیار موافقم، البته اینکه با هم باشید یه مقداری مانع از این میشه، برای که شما با 32 سالگی وقت زیادی برای انتخاب همسر ندارید و اگر یه همسری داشته باشید که به هر دلیلی بتونه برادر شما رو یه جزی از زندگیش بدونه، خب شانس خیلی بزرگی آوردید، ولی شاید هم نشه، ولی شما نمیتونید خودتون رو فدا کنید، چون از فدا شدن شما هیچ فایده‌ای به هیچ کس نمیرسه. من فقط نمیخوام حداقل شما این پتانسیل رو داره آقای دکتر، برادر کوچیکم این پتانسیل رو داره که مثلا من گلیمش از آب بکشه بیرون، خیلی این پتانسیل رو داره. بنابراین به دنیا اومد
من با واقعیت هایی که یاد گرفته بودم آشناش کردم و الان کاملا مستقل لبل، یعنی فقط یه وابستگی عاطفی داره ولی لحاظ فکری تصمیم نسبت به همسن خودش جلو بخشیده. بنابراین هم شما کمکش کنید، هم چون یه به اصطلاح یک فادر فیگر تایپ میخواد، یه مرد میخواد، حتما حتما یه روانشناس آقا پیدا کنید که جوونم باشه، یه روانشناس آقای جوون بله. که با هم به عنوان دوست عرض کردم، نه در مورد خودتون، نه مثلا دنبال رفع مسائل مشکلات روانیتون نیستم، که کنارش باشه. شما حداقل او رو از این ماجرا بیرون کشید، ولی اون چهار رو رها کنید عزیز، و الا شما از پا در میایید و گرفتار میشید. بنابراین امیدوارم بتونید اصلا پدر و مادر و دو تا برادر است، اونا رو رها کنید ولی خودتون رو و برادر رو حفظ کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، حالا اگر یه مدتی گذشت و یه تغییراتی پیدا شد لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. متشکرم، لطف کردیم، مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار.